تستای غربالگری بارداری تستایی هستش که هلوهوش سن 11 تا 14 هفته در بارداری انجام میشه شامل دو مرحله هستش قربالگری اول و قربالگری دوم قربالگری اول یه بررسی سونوگرافی و اندازگیری انتی یا چین گردن جنین هستش و بررسی اندازه تیغه بینی جنین که این به وسیله سونوگرافی انجام میشه سونوگرافی به همراه آزمایش دابل مارکر در واقع ترکیب میشه و ترکیبی ترکیب این سونوگرافی و آزمایش یه ریسکی از سه بیماری ژنتیکی رو که مهمترینش بیماری سندروم دان هستش برای ما مشخص میکنه در بیشتر مواقع نتیجه قربالگری منفی هستش و مشکل خاصی نیست ولی در بعضی مواقع هستش که ریسک سندروم دان در تستای قربالگری سمای اول مثبت میشه در این مورد وقتی سندروم دان مثبت شد این تست تست احتمالی در واقع سندروم دان هستش قطعی نیست مادر ارجا داده میشه برای آمنیوسنتز در مورد آمنیو سنتز میان یه مقداری از آب دور بچه و آبی که در واقع کیسه حاملگی رو میگیرن و بررسی ژنتیکی روش انجام میشن اگر خدایی نکرده این بررسی ژنتیکی نتیجه ما رو مثبت بکنه و بچه از لحاظ سندروم دان مثبت بشه اون موقع هستش که پزشکی قانونی اجازه سخت میده ولی اگر منفی باشه مثبت شدن قربالگری که در مرحله اول انجام داده شده هیچ مشکلی رو برای بچه ایجاد نمیکنه. یعنی شما آمنیو سنتز خدایی نکرده تو قربالگری که مثبت شده آمنیو سنتز میدین آمنیو سنتز منفی میشه وقتی منفی شد دیگه اون مثبت شدن هیچ مشکلی برای جنین نیستش و مادرها نباید از این لحاظ نگران بشن چون این تستای قربالگری واقعا برای مادرها جای نگرانی ایجاد میکنه یه مرحله دیگه هستش که انجام میدیم قربالگری سماهی دوم هستش که این هم خودش دوباره یه آزمایش مجزا داره به اسم کواد مارکر و یه سونوگرافی داره به اسم سونوگرافی آنومالی اسکن این سونوگرافی تو 18 هفته انجام میشه بررسی سلامت جسم بچه هستش گاهی وقتا دو بودی و در بعضی مواقع سه بودی و چهار بودی ممکنه صورت بگیره این سونوگرافی. تو این سونوگرافی جسم بچه از نوک سر تا کف پا به وسیله سونوگرافیس بررسی میشه. خدایی نکرده اگر مشکلی تو جسم بچه باشه. لب شکری، شیش یا مشکلات خیلی شدید که ممکنه پزشکی قانونی به خاطر این مشکلات جسمی اجازه سقط بده، مثل کلیه های پولکیستیک یا بچه آنانسفال یا بچه ای که ناهنجاری های ستون فقرات داره بچه ای که واقعا زنده بودنش برای مادر عسر و حرج ایجاد میکنه اون موقع هستش که تو این سونوگرافی مشخص میشه و اگه خدایی نکرده بچه مشکلی داشته باشه باز هم پزشکی قانونی اجازه سخت میده این دو مرحله قربالگری یکی قربالگری سه ماهی اول سونوگرافی انتیم و آزمایش دابل مارکل و قربالگری سه ماهی دوم سونوگرافی آنومالی اسکن و آزمایش کواد مارکل از لحاظ ذهنی و از لحاظ جسمی میان جنین رو مورد بررسی قرار میدن و باعث میشه نگرانی های مادر در مورد ذهن بچه در مورد جسم بچه از بین بره و با دونستن اطلاعات در مورد سلامت بچه به آرامش کامل برسه